درود بر شما. من محمد تاج دولتی هستم در تورنتو و با برنامه دیگر از مجموعه اعدام بس است با شما خواهم بود. در حالی که خبر گزینش جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل باعث تلخکامی مدافعان حقوق بشر شده، حکومت تهران روند اعدام مخالفان و معترضان را سرعت بخشیده است. در آخرین روزهای هفته‌ای که گذشت، سه متهم خانه اصفهان یعنی مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی با وجود اعتراضات گسترده مردمی اعدام شدند. بسیاری از مخالفان اعدام در ایران و سراسر جهان امیدوار بودند دستگاه قضایی از اجرای احکام این متهمان دست بکشد. اما تجمع‌هایی که برای روز شنبه 3 اردیبهشت در کشورهای مختلف جهان از پیش از ستاندن جان مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی برنامه ریزی شده بود، تبدیل به تظاهرات و تجمع‌هایی برای اعتراض به جنایت‌های رژیم و همچنین خود اعدام گردید. در تورنتو حامد اسماعیلیون سخنران این مراسم بود. آقای اسماعیلیون از جامعه جهانی خواست در مقابل جنایت‌های جمهوری اسلامی خاموش نمانند و نسبت به اعطای ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل به رژیم حاکم بر ایران اعتراض. انتقام گیری از جوانان و زنان ایرانی تنها خشم ما را شعله برتر می کند. جامعه جهانی و دنیای آزاد نباید خاموش بماند. هدیه کردن ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر به جمهوری اسلامی نشان می دهد سیاستمداران دنیا یا نفهمیدند یا خود را به تجاهل می زنند که مردم ایران دیگر جمهوری اسلامی را نمی خواهند. آسته‌ها از دنیای آزاد مشخص است. یک، نقض مکرر حقوق بشر در ایران را محکوم کنید. خواستار آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی شوید. از ابزارهای لازم برای توقف اعدام ها استفاده کنید. دو، به تلاش ها برای برقراری اینترنت آزاد و حمایت از خانواده های آسیب دیدگان و مبارزین کمک کنید. سه، فرهاد پرورش نماینده جمهوری اسلامی در سازمان جهانی هوانوردی در همین مونترال کانادا زندگی می کند. نمایندگان جمهوری اسلامی را از کشورهای خود اخراج کنید. یک بار برای همیشه سپاه پاسداران را در لیست گروه‌های تروریستی بگذارید. جامعه ایرانیان خارج از کشور تمام توان خود را برای حمایت از مردم ایران به کار خواهد گرفت. روی سخنم با جمهوری اسلامی است. شبکه سازی و کار برای اینترنت آزاد و کمک به خانواده ها و مبارزین در خارج از کشور در حال انجام است. شما ممکن است ما را بکشید. شما ممکن است جان ما را بگیرید. اما میل به آزادی و جنگیدن برای عدالت در ما نمیمیرد. ما گریبان شما را رها نخواهیم کرد. سکوت در برابر جنایت و
هم دستی با جنایتکار است. امروز 40 سال پیش نیست که در خفا هزار هزار بکشید و کسی سخن نگوید. ما جلوی شما میستیم و برای رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک مبارزه میکنیم. ما دشمنان زن، زندگی و آزادی را نفراموش میکنیم. نفراموش میکنیم. در حاشیه همین تجمع از سعید دهقان، حقوقدان و فعال حقوق بشر در مورد تأثیر اعدام‌ها بر جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی پرسیدم. ولی قبل از هر چیز باید بگم که ما در جمهوری اسلامی با اعدام مواجه نیستیم. با توجه به اینکه اعدام هر چند ما باش مخالف باشیم، ترتیبات اجراش در قوانین نیمبند جمهوری اسلامی مشخص شده. وقتی اونا رعایت نمیشه، وقتی دادرسی عادلانه نداریم، وقتی حق دفاع برای وکیل مستقل نیست، وقتی هیچ کدوم از اینا نیست و اعترافات تحت شکنجه است، ما در جمهوری اسلامی با قتل حکومتی مواجه هستیم. و چون جنبش زن زندگی آزادی بعد از قتل مهسا امینی در واقع جامعه مدنی ایران رو چه داخل چه خارج کشور هوشیار کرده و بیدار کرده و در این فضا به اعتراضات گسترده پرداختن، در واقع جمهوری اسلامی بعد از یه مقدار فروکش کردن خیزش در داخل کشور شروع کرده به انتقام. برای این ما به جای اعدام با قتل حکومتی مواجه هستیم و انتقام حکومت. از طرفی این کاری که داره انجام میده بیشتر قصدش این است که التیام بده به نیروهای سرکوبگر و مزدوران خودش رو راضی نگه داره که اگه کسی شما رو اعتراضی به شما بکنه ما اونها رو میکشیم. برای این در واقع حکومت در مقابل مردم قیام کرده برای کشتن. برای این ما با اعدام مواجه نیستیم. اما به نظر میرسه که اتفاقی که الان افتاده، یعنی بعد از پرونده خانه اصفهان که خب تمام پرونده نمونه بارز فروپاشی حقوقی در نظام قضایی جمهوری اسلامی هست، کیس های از این دست بیشتر مردم رو به هم متحد کرده و این همبستگی از این منظر هست که فکر میکنن شاید حالا که از جمهوری اسلامی دادخواهی در اونجا جرم انگاری شده، دادخواهان در زندانن و آدم ها رو میکشن به نام قانون، در واقع داره انتقام میگیره، طبیعتا این صدای بلند برای اینکه جامعه مدنی جهانی هوشیار بشه. اشتباهی که شورای حقوق بشر کرد با انتصاب نماینده جمهوری اسلامی در رأس ریاست مجمع اجتماعی، این اشتباه رو باید سریعا جبران کنن. کمیته حقیقت یاب الان برای مستندسازی هم ما هم داریم کمک میکنیم تلاش کنه که مستندسازی رو بیشتر کنه برای اینکه دادخواهی در عرصه جهانی بیشتر در واقع بتونه جلو بره. البته به شرطی که دولت‌های غربی هم از استانداد دوگانه دست بکشن و به واقع حقوق بشر رو براش احترام قائل باشن، نه اینکه بیان با مبادله و مسائل تجاری و اقتصادی و امنیتی که البته تا حدودی منافع ملیشون هم باشه قابل درکه، همه چی رو متوقف کنن و با جمهوری اسلامی همدستی کنن که به نوعی همدستی با شیطان میتونه تلقی بشه. من امیدوارم وقتی اینجا در تورنتو و سراسر دنیا با این فراخوان همبستگی و برای یک صدا علیه اعدام صدایی که بلند شده، این صدا رو جامعه جهانی بیشتر بشنوه، چون به نظر مقامات جمهوری اسلامی به نوعی ناشنوا هستند و از اون شرافت لازم برخوردار نیستند. در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا نیز تظاهراتی با حضور گروهی از ایرانیان ایالت‌های ویرجینیا، مریلند و پنسیلوانیا برگزار شد که چند نفر از فعالان و شخصیت‌های سرشناس در نفی اعدام و خشونت سخنرانی کردند. فریاد می‌زنیم مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. این اتفاق بی سابقه است که 8 ماه پیوسته ایرانی‌ها در داخل و خارج از کشور جمهوری اسلامی رو رها نکردند و ما هم همچنان در واشنگتن دی سی جمهوری اسلامی رو رها نمی‌کنیم تا سرنگونی. ابتدا لادن برومند، فعال حقوق بشر و از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند درباره قتل‌های دولتی تحت عنوان اعدام سخن گفت. در 2 ماه اخیر دست کم 105 انسان در ایران اعدام شدند. گفتم اعدام، ببخشید اشتباه کردم. در ایران مجازات اعدام نداریم. آنچه تحت نام اعدام صورت می‌پذیرد قتل دولتی است. در ایران دادرسی عادلانه در عمل میسر نیست
چون در قانون منظور نشده است. اولین شرط دادرسی عادلانه استقلال قاضی است که در قانون جمهوری اسلامی وجود ندارد. حقوق متهم و آزادی وکیل نیز قانوناً و عملاً موجود نیست. در نتیجه امکان کشف حقیقت در هیچ موردی بر اساس معیارهای حقوقی معمول در نظامهای قضایی کشورهای دموکراتیک وجود ندارد. خانم برومن در پاسخ به این پرسش که مؤسسات و سازمانهای مخالف حکم اعدام در مقابل جمهوری اسلامی چه میتوانند انجام دهند گفت: فعالیت سازمانهایی که ضد مجازات اعدام کار میکنن اهمیتش اینه که عدم کارایی مجازات اعدام و برای جلوگیری از جرم و جنایت از یک طرف و سوء استفاده دیکتاتوریا رو از مجازات اعدام برای نیل به اهداف سیاسیشون از طرف دیگه به افکار عمومی نشون میدن و آگاهی سازی میکنن و افکار عمومی رو به تدریج ضد مجازات اعدام آماده میکنن. او همچنین به آنچه باید به قدرت‌هایی که با جمهوری اسلامی در حال مذاکره هستند و گاه به خواست‌های رژیم تهران تمکین می‌کنند اشاره کرد. خب اینو میشه روش کار کرد و به اونها ثابت کرد که هر باری که اونها از اصول دموکراسی که زیر پا میگذارن و سعی میکنن با کشورهای توتالیتری مثل جمهوری اسلامی معامله کنن، تعداد آمار رو باعث افزایش خشونت دولتی بر علیه مردمش میشن و اینطوری این دولت‌های غربی رو جلوی افکار عمومی خودشون شرمسار کنیم. این کاریه که میتونیم انجام بدیم. از لطف شما خیلی متشکرم. سخنران دیگر این مراسم خانم دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک بود که برای این راهپیمایی به واشنگتن سفر کرده بود. درود هم میهن، بار دیگه جمع شدیم دور هم، اما باز هم با دلهای خونی. تسلیت میگم به ملت بزرگ ایران برای از دست دادن سه جوان برومند، هر کدام با آرزوهای بلند فقط برای داشتن آزادی و حقوق اقتداریشون، برای ما، برای ایران، برای نسل آینده اعدام شدن. جمهوری اسلامی با اعدام این عزیزان، با اعدام جوانهای ایران میخواد این پیام رو به ما برسونه که بترسید، اما ما هم با ایستادگی و استقامت خودمون کنار هم دیگه، دست به دست هم دیگه بهشون میگیم شما بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم. 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 ما کابوس شب هاشون میشیم، ما همین تناب های داری رو که برای جوانای کشورمون دونه دونه بافتن، همشون رو با خشم خودمون دور گردن رژیم کثیف و پلیدشون میکشیم. ما انتقام میگیریم، ما انتقام میگیریم، ما انتقام میگیریم. میدونید چجوری؟ همینجوری که تمام ماهایی که گذشت با هم بودیم و داریم بودیم. شاید بعضی وقتا خسته بشیم، شاید بعضی وقتا فکر کنیم که تا کجا، چقدر طول میکشه، ته این تونله که داریم میبینیم چقدر دیگه راهه. اما یه چیزی بهتون بگم، به پیروزی خودتون تو این چند ماه گذشته واقف باشیم. من از قلب دموکراسی غرب براتون پیام میبرم، من از وسط دولت‌های غربی دارم براتون میگم. میبینم چقدر بعضی وقتا همین زانو زدن های دولت های غربی، همین راست زدن کریم و کسی به برخی از دولت های غربی ما را آزرده می کنه. ولی باور کنید همین چند ماه گذشته خیلی چیزا را عوض کردیم. ما هممون با هم با کمک مردم ایران چشم جمعان باز کردیم. نگران این آخرین چیزها و در واقع آخرین
اسلامی عبور کرد. فقط مونده که هنوز ما با استقامت خودمون، پافشاری خودمون، اونها رو به این نتیجه برسونیم که ما گزینه آینده هستیم. ملت ایران گزینه آینده ایران دستشه یک ایران دموکراتیک. خانم صفایی درباره اجرای اعدام در روزگار کنونی گفت: ببینید، این نکته خیلی مهمه که ما بدونیم الان تو قرن 21 کمتر کشورهای این قانون وحشیانه اعدامو دارن، به خصوص که وقتی میبینیم که اعدامهای وحشیانهشون رو برای کسایی به کار میبرند که فقط جرمشون آزادی خواهی در خیابانها بوده. مگه همچین چیزی ممکنه اصلا؟ مسلماً این وظیفه ماه که در خارج از ایران هستیم که فعالیت حقوق بشریمون رو به حدی گسترده بکنیم که همه جهان بشنوه جنایت‌های جمهوری اسلامی رو، و ما این کار رو داریم انجام میدیم. اونا میخوان با اعدام‌هاشون ترس و هراس رو بین مردم ایران بندازن، میخوان به مردم ایران هر چند وقت چند ماهی تکرار کنن که بترسید و تو خیابون‌ها نیاید. ولی ما نمیترسیم و هرگز ترس راه حل از بین بردن جمهوری اسلامی نیست. برای همین چه در داخل ایران چه در خارج ایران وظیفه داریم که فعالیت‌های خودمون رو بیشتر کنیم، چرا که ما تو همین 6-7 ماه گذشته، تو همین پس از انقلابی که رخ داد، بسیار دستاوردهای زیادی داشتیم. من میخوام براتون یک نمونه از کارهایی رو که کشورهای غربی دارن میکنن بیان کنم. در حال حاضر فردا ساعت 4 بعد از ظهر در پارلمان نیتو، در پارلمان ناتو، گزارشگر امسال این پارلمان راجع به گزارش سالانه خودش صحبت خواهد کرد. این گزارش در میان این همه کشورهای دنیا راجع به چه کشوریه؟ راجع به خونخواری، جنایتکاری و خطرناک بودن جمهوری اسلامی، نه تنها برای مردم ایران، نه تنها برای منطقه، که برای دولت‌های غربی و برای کل جهانه. این گزارش اهمیت ویژه‌ای داره. این گزارش در واقع یک تبر محکم به ریشه های این درخت پوسیده است، برای اینکه بار دیگه جمهوری اسلامی در هم بریزه و در هم بشکنه. و این کار رو ما مردم ایران میکنیم، چه در داخل چه در خارج، پیش به سوی پیروزی. این خیلی مهمه که ما ناامید نشیم. در واقع همین استقامت ما تو تمام این ماه‌ها تمام دولت‌های غربی رو به این سمت و سو داره پیش میبره که راه دیگه‌ای جز اعتماد به نیروی مردم ایران نمونده. ببینید، شهروند بلژیکی الان ماه‌هاست بدون داشتن هیچ گناهی توی زندان هست، فقط برای اینکه گروگان گرفته شده، تا اینکه جمهوری اسلامی وادار کنه بلژیک رو به اینکه زانو بزنه جلوش. درسته که دولت‌های غربی شاید در بسیاری از موارد همین اشتباه رو میکنن و زانو میزنن، ولی اینها نه شهروندهای خودشون رو خواهند دید، نه آزادی رو در جهان خواهند دید تا زمانی که مردم ایران آزاد نباشند و این اون روزی که جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه. در واقع دولت‌های غربی دارن به همین مسیری که مردم ایران دارن پیش میرن، یعنی گذر از جمهوری اسلامی، پیش میرن. همچنین اونها دیدن که باید از جمهوری اسلامی عبور کرد. ما فقط باید با ایمان و قوی بایستیم و خسته نشیم. ما برنده. آخرین سخنران پرویز صیاد، هنرمند نامدار و فعال سیاسی ساکن لس آنجلس بود. در رابطه با خبر اعدام‌های بی‌رویه و خلاف ضابطه‌های حقوقی که زمامداران حاکم در ایران خودمان خود از خبرسازان دست اولند، گفت هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. باغ که چه عرض کنم، از دار و درخت در اون باغ جز دار، جز چوبه های دار، چیزی نمونده که خبرش برسد به جایی. خبر اعدام سه جوان دیگر در اصفهان از خبرهای اصلی است این روزها در رسانه‌های مجازی دست کم. مردم اصفهان همچنان که می‌دانید برای جلوگیری از کشتن سه جوانی که به اتهامات واهی به اعدام محکوم شده بودند به محاصره زندان رفتند. برای رفع قائله اعدام متوقف و مردم متفرق شدند. اما سحرگاه شبی که به دنبال یک بازی فوتبال شادی همگانی فراهم آمده بود، جوانها اعدام شدند. حیرت دوباره به راه افتاده است که این حرامیان
از کدام دوزخی نازل شدند بر مردمان ما؟ یا مردمان ما به کدام گناه کبیره گرفتار آمدند بر این عقوبت سنگین؟ شما 8 ماه هست که در اعتراض به این رویه شرم‌آور و این نظام عصر حجری در این محل اجتماع می کنید. نه تنها برای همصدایی با هموطنان داخل کشور که صداهاشون محکوم به نارسایی و لاپوشانی در خبررسانه های جهانی است، بلکه برای شنواندن به سرنشینان خانه است در این حوالی که کاخ سفید نامیده می شود و کمی آن طرفترش کاخی که کنگره آمریکاست. و حتما با این امید اینجایید که شاید برود میخ آهنین بر سنگ. در همین خانه پرستون از سنگ سپید ساخته شده 3 سال پیش سرنشینی بود که هر بدی داشت دست کم سیاه سپاه پاسداران لات و لوت را ارگانی تروریست شناخت و سردار سلیمانیش را به دیار عدم فرستاد و عرصه اقتصاد را بر حکومت ملایان سخت گرفت. 8 ماه تظاهرات پیگیر شما اگر به واکنشی از سرنشینان فعلی کاخهای سفید یا خاکستری مجاور منجر شده است، لطفاً مرا بیخبر به شهری که از آنجا آمده ام بر نگردانید. اجازه بدهید دست خالی بر نگردم. البته ارزش کار شما و حضور پیگیر شما هر هفته در این محل همون گونه که گفتم بیشتر در انعکاس صدا و خواستهای برحق مبارزان داخل کشور است. در واقع شما نسخه شاعر و سخن پرداز بزرگ شیراز را دنبال می کنید که گفت حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. شما شعارهای لازم را عنوان می کنید، فریادهای عدالت خواهی را سر می دهید، حالا از این حصارهای سنگی به داخل نشت نمی کند یا به واکنش مناسب منجر می شود دیگر مشکل آنهاست، کوتاهی از آنهاست. همین که شما ناامید نمی شوید و دست بر نمی دارید واقعا دمتان گرم. باید به شما مرحبا و دست مریضات گفت. بنابراین دست کم نگیرید و دست کم نمی شود گرفت این پیگیری مداوم 8 ماهه شما را، و جا دارد امیدوار باشیم سرمشقی بشود همت شما و پشتکار گروه همبستگی ملی برای ایران برای شهرهای ایران نشین دیگر در خارج کشور که این گردمایی ها برگزار بشود، به ویژه در نیویورک، چون در به نظر من همه سازشکاری های سازمان ملل با حکومت آخوندی در 40 سال گذشته یک طرف و ارتقای مقام و رتبه دادن به فرستاده خامنه‌ای در کمیسیون حقوق بشر یک طرف. اعتراض هفتگی در برابر سازمان زائد و فاسد ملل در نیویورک شک ندارم با استقبال ایرانی های وطنخواه در نیوجرسی، کنتیکت و ماساچوست هم روبرو خواهد شد. خود من هر جا باشم در اولین فرصت ممکنه خودم را خواهم رساند و شک ندارم از اینجا هم خیلی ها خواهند آمد. حالا در پایان حسن خطاب مطلب در اینجا چیست؟ برای من که زن زندگی آزادی است. پس تکرار کنید. چنین صدایی خبری نشت نمی کنه به اون حصارها، صدا خیلی باید بلندتر باشه. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. آقای صیاد ضمن انتقاد از سازمان ملل گفت که باید اعتراض های گسترده را مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک برگزار کرد
تا صدای مردم ایران را به گوش اعضای این سازمان بهتر برسد. باید نظیر این هماهنگ، این تجمعات هماهنگ رو در نیویورک برگزار کرد در برابر ساختمان سازمان ملل، نه تنها یک هفته بلکه هر هفته، همون کاری که 8 ماه در اینجا ایرانی های واشنگتن دی سی انجام میدن. همین حرکت باید در اونجا انجام بشه و ایرانی های مخالف رژیم جمهوری اسلامی از ایالات شرق آمریکا به این هماهنگی بپیوندن و صدای ایرانیان خاموش شده در ایران رو به گوش سرنشینان سازمان ملل برسونه. بعد از این گرد همایی، راهپیمایان در مقابل دفتر اتحادیه اروپا جمع شدند و بعد به مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن رفتند و به روند نقض حقوق بشر در کشورمان اعتراض کردند و سپس تا سفارت اوکراین به این راهپیمایی ادامه دادند و خواستار پایان یافتن اعمال مجازات اعدام در ایران شدند و رفتند. در حال حاضر احکام اعدام گروهی از معترضان ماهای اخیر از جمله محمد قبادلو از سوی دیوان عالی کشور تایید شده که بر نگرانی خانواده ها و گروه های مخالف اعدام افزوده است. به امید رهایی ایران از حاکمانی که شهروندان را به اسم اعدام به قتل می رسانند، تا درودی دیگر، بدرود. مریضم و سنو تخمه بشکنه که فیلم میگیری وقتی یکی تو میکنه دست مریضا بیم منو